من یه چیزی هم بگم خیلی به نظر من خنددار جوری که مردم دارن سم... که من دیدم کسایی که دخن جواب بدن با امید دانا خیلی سطحی جواب میدن همش هم هی دست کم میگیرن این شخص و فقط هم بلدن مثلا فوتوشاپ و فوش و این چیزها یعنی این همینجوری داره رشد میکنه کسایی هم که دارن تحلیلش میکنن هنوز با کارهای خیلی مسخره یعنی ببین کسی رو دست ببین این کس توی کسایی که مثلا علیه جمهوری اسلامی دارن برنامه میریزن و نقشه میکشن و اپوزیسیون و همه براندازا و اینا یه مشکلی که دارن اینه که همیشه خیلی موقع ها نمیشه دشمنشون رو دست کم میگیرن خب شما جمهوری اسلامی رو نگاه کن من الان من یادم از بچگی همه میگفتن آ این اخوندا احمقن و فلانن و هیچ نیست و اینا خیلی ها یادم مثلا تو آمریکا اینا ما و اینا که نگاه میکردیم می که فردا همه رو تو تهران میبینیم انتقام میگیریم فلان میشیم الان اینا رو من قد همه اینجور جوک 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 درباره اخوندها مسخره و اینا خب بکنن یعنی مسخره هم بکنن مسخره مسخره اینا ولی خب از لحاظ هر هم از لحاظ عقیدتی اینا عقایدشون عقب افتاده است باید قبول کنیم که از لحاظ استراتژیکلی اینا بردن همه این کسایی که این همه فوش میدادن توی ایران به جمهوری اسلامی الان پول خیلی هاشون پول مرغ ندارن بدن ولی همین اخوندایی که این همه ازشون میخندیم همین گفتیم اینا احمقن احمقن الان کسایی که مثلا کسایی که برای جمهوری اسلامی کار میکنه ببینید چقدر همشون کلیشون ق... تو قصر هستن دارن از زندگی میکنن یعنی ببینید از لحاظ اسلامی از لحاظ فلسفی از لحاظ عقیدتی هر چقدر هم عقب افتاده باشن اینا بردن از شما از لحاظ استراتیجیکلی از شما از همتون بردن شما باختین اونا بردن خب الان به نظر من به طور یه... اه... کمی هم خیلی کوچیکتریم هم به کسایی مثل امید دانا. الان مردم دارن هم رفتار میکنن همین میگن امید نادان به جای برن مثلا جواب حرفاش رو بدن میرن زنش مسخره میکنن میرن فوش بهش میدن یه چیزایی رکی که مثلا درباره بچهش دارن میگن این حرفاش ببین از لحاظ منطقی خیلی خودش حرفاش مثلا غیر قابل دفاعه خب چیزایی که امید دانا میگه ولی ببینید از لازم برنامه سازی از لازم استراتژیکی از لازم تبلیغاتی همه رو شکست داده این خیلی داره رشد میکنه همه مویزه... خیلی موفق بوده آره آره این میگین امید نادان امید نادان این خیلی زرنگه ببینید چه جوری داره برنامه درست میکنه هیچ که این برنامه درست نکرده چقدر تونسته توجه همه رو بگیره خیلی هم همیشه بهم گفتن نه آرمی فقط بسیجیا و این بچه آخونده و اینا برنامه‌اش نگاه می‌کنه حتی خیلی کسایی هم که قبلا اینو به من میگفتن الان اومدن میگه که نه حتی اشتباه کردیم حتی من کسایی که اصلا خودمون میشناختیم برانداز بودن الان تحت تاثیر حرفای این دارن قرار میگیرن یا یا به طور مستقیم یا به طور غیر مستقیم خب یعنی اینکه ای بخواین تا شکست میخورین هی قبول نمیتونین بکنین که دارین شکست میخورین هی میگن برای خودتون توهم درست میکنین که این نه این رشدش مصنوعیه وجود نداره همون بهونه‌ای هم که داشتین که جمهوری اسلامی هی بزرگتر و بزرگتر میشد هی به خودتون دروغ میگفتین که نه این فردا پس فردا جمهوری اسلامی یافته از همون توهم هم دارین درباره یه کسی مثل امید دانا فقط بلدی میگین آمی فکر خودتون فکر میکنین خیلی نه؟ هی میگین امید ناد ها اسمش دانا است بیای ما این دانا رو بکنیم نادان چرا آبر کلا شکستش دادی داناش کردی نادان بر کلا در ساعتی که اصلا من نگاه میکنم چپ راست ببینین کسی بیاد نشون بوده که چرا حرفاش اشتباه است چرا داره اشتباه میگه اصلا من کجاست همه هر جا من نگاه میکنم فقط مسخره بازی و فوش و اینجور چیزاست دقیقا من فکر میکنم همین چیزا هم باعث شدش که دقیقا طرفداراش هم زیاد بشن یعنی حتی خیلی هم سر کنجکاوی با همین به این صورت که با مسخره کردن این فرد شروع شد باعث شد که نه این فرد کیه چیه خب بعد حالا حرفاش هم برای عوام خیلی خب خیلی طبیعتا شیرینه دیگه میاد یه جورای خاصی هم صحبت میکنه بعد <مید> میگم کارشو بلده آدم جذب میکنه آدم که تونسته با این با این همه به حساب فشار منفی که روش از این تعداد دنبال کننده توی یوتیوب داشته باشه هر یه ویدیویی که میذاره و از مدتی خیلی زیاد بیننده داره هم. ویو داره میخوره کامنت میخوره مطمئنا ما را رو اشتباه رفتیم با نگفتنمون با درست نقل نکردنش درست از دو لازم بابا تاثیر داره یکی از لازم کسایی که ملیگرا هستن و دنبال یه افتخاری یه اقتداری میگردن و خیلی ناامید شده بودن این امیدانه داره به یه بهانه بهشون داره میده که اسلام ستیزم هستن آ. ولی امید داره یه بهونه بهشون میده که این اسلام یه ذره فکر نکنم بهش این امپراتوری ایران باستانی که دنبالش بودن آ. به بعضی از این اسلام ستیزای ملی داره بهشون امید میده که به همین جمهوری اسلامی فعلا افتخار بتونن بکنن خب یکی اینجوری داره تاثیر میذاره به این طرفداران جمهوری اسلامی این بچه بسیجی ها و این آخونده و اینا داره درس میده اونا هم تحت تاثیر حرفای این قرار گرفتن که همون مسیر رو که داشت جمهوری اسلامی به طور کند میرفت از اینکه فقط اسلامگرایی استفاده نکنه ملیگرایی هم توی تبلیغاتش بذاره این امید، امیدانات یادش نده که این کارو رو انجام بدن خب که یه مقدارم ببین این مثلا کوروش رو زدن و ایران باستان رو زدن و اینا این امیدانا تونسته خیلی از اینا رو بهشون یاد بده که این کارا رو نکنه این به ضرر خوردن تموم بشه خب یعنی واقعا خیلی از این بچه بسیجی هم تحت تاثیر امیدانا قرار گرفتن الان هم دارن کلی دنبال حدیث و اینا میگردن از قبل هم این کارا رو میکردن که نشون بدن که اصلا ایران رو بزرگ کنن افتخار به ملیگرایی رو بهونه اسلامی بیارن که چرا چرا میشه اصلا میهن پرست بود اصلا میهن پرستی معنیش نیست که دارین اخ... میهن و عبادت میکنید پرست یعنی پرستاری یعنی دفاع از این از این چرت خب یعنی شما میتونین هم اسلام گرا باشی هم میهم پرست و این شرک نیست یکی که مثلا محمد دنبال حدیث میگردن که نشون میدن که محمد و امامای دیگه که میگفتن که مثلا چطوری ایران میش ایران مثلا میشه به ایران افتخار کرد دنبال این میگردن که نشون بدن که چرا شیعه اصلا خودش به طور سلطنتیه به طور مخفی از از این چیزا خب این 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 چیزایی رو که مثلا این آخوندها و این بسیجی ها دارن هی گنده میکنن که این نشون بدن که مثلا مثلا به چه میدونم فاطمه مثلا ما اگه میگیم ملکه ملکه مسلمین و اینا چرا میخوام خب ملکه ما داریم میگیم پس این چه مثلا به علی میگفتیم شاه چی میگفتم به علی شاه شاه شیعه چه می از کلمه اینجوری استفاده میکنن از شیر و خورشید پشت علی استفاده میکنن میگه نگاه کنه این اسلام نیست این همون یعنی ببین دو تا حرفه به بب... بمیهنگره... به میهن کسایی که میهنگرا هستن و ضد اسلامن بهشون میگن ببین این شیعه اسلام نیست این همون زرتشتی و سلطنت طلبی مخفیه و به کسایی که گرا هستن و ضد سلطنتن به اونا دارن میگن ببینید این کلمه های که مثلا میهم پرستی و سلطنت طلبی و اینا سیمبولیکه خب این همون شیعه است ولی خب خود شما هم شیعه از کلمه های شاه و ملکه و شیر و خورشید و چه میدونم اماماتون که از مثلا از یه نسل یه نسل دیگه میرسه که مثلا از علی میرسه به حسن بعد میرسه به حسین و میرسه به امامای بعدی خب این هم مثل همون حکومت شاهنشاهی و ایناس یعنی ببین لازم نیست شما سلطنت رو قبول بکنید خب ولی اگه کسایی که میهنشون رو دوست دارن اگه از این حرف میزنن بهتون بر نخوره دیگه بذارین اونا هم با ببینیم ما حدیث داریم که مسلمون ها اگه چیزی بن بر... اگه کسی تونست بهشون چیزی یاد بده اگه از ملت تو... اگه توی اسلام نی... باید قبول بکنین که به ب... ب... کسایی که غیر مسلمون نیستن تا وقتی که باتون با دشمن بیا خود خامنه ای هم اومد اخیرا گفت آه اگه شما با ما دشمنی نکنید دینتون هر چی باشه قبول میکنید این حرفاش چرته ها خب این حرفاش چرته ما خودمون که میدونیم که تو ایران دارن چجوری با بهایی ها و با یهودی ها اینا رفتار میکنن خب یا اینا رفتار میکنن ولی هم که این حرف رو که میزنن معنیش اینه که دارن یه استراتیجیکی... دارن استفاده میکنن از این تحت تحت تاثیر این حرف رو قرار گرفته، خب و همه اینو میبینن همه و یاد میگیرن که چجوری تبلیغ بکنن به گروه های مختلف نه فقط کسایی که مثلا خیلی شیعه هستن از امیدانا الان میبین توی حتی قوم برنامه های امیدانا رو الان دارن نگاه میکنن و دارن ازش استفاده میکنن که چجوری جمهوری اسلامی رو به طور غیر اسلامی تبلیغ بکنن خب یعنی این, تح... این تاثیر خیلی گنده داره شما اینو دست کم گرفتین فکر میکنین هیچ تاثیری جو نداره خب این هر هرچی ما نگاه میکنیم این طرز فکر داره بیشتر بیشتر میشه خب. آره. شاه عرب داره قاسم گفت یا اسد الله یعنی شیر خدا دقیقا دقیقا خب ما این برنامه رو نگاه کنم من بیشتر برنامه خیلی دوستان هم میگه شما با گذاشتن برنامه هاش صحبت کردن در موردش عملا داری پروموتشون میکنی عملا داری... واقعا خنده داره این واقعا خنده داره. خب شما ها تا حالا پروموتش نکردیم ببینید شما که تا پروموتش نکردین الان کجا این؟ امیدانه الان کجاست تا این همه شما پروموتش نکردین دیگه ببینید شما چقدر بیننده داره کاناله شما ویدیوهای شما این پروموت نکردن امید دانا چقدر تاثیر گذاشته تا حالا رو دانا برای شما ها یعنی <تصفح> <تصفح> شما فکر کردین محل نذاشتن شما به امید دانا جلوی اینو گرفته رشتشو چقدر موفق بودین تا حالا که محل نذاشت ببینین چقدر این بین تعداد بیننده هاش مدت خب شما همینجوری محل نظرین ببینید چقدر شما فکر کنید <applause> واقعا خنده این طرز فکر شما البته قاسم اینجا الان گفته خود گفت که این پروموت نیست اصطلاحا کال اوت کردنه آره ببینید شما این عقاید وقتی که میاد بیرون این همه داره رشد میکنه شما اگه جواب ن... جواب براش نداشته باشه خب روش این, این, روش... اره این خودش داره رشد میکنه شما ب... بدون شما بدون پروموت کردن شما بدون پروموت کردن. این داره رشد خودش رو میکنه شما جلوش نمیتونی بگیری شما تنها کاری که میتونیم بکنید اینه اگه کسی میره اینا رو نگاه میکنه خب بیاره بگرد ببینه خب ببینم این جواب کسی دیگه حالا شما فرض کنین که من جواب منو مثلا بابک امروز جواب رو میدانه رو میدیم شما فکر میکنین خب آرمین خوب جوابشو نداد خب اگه هفت هشت تا چ... کانال دیگه هم باشه که امید جوابش جوابشو بده حداقل یه کسی بره امید رو پیدا بکنه اگه بره بخواد بره بگرده که واقعا خب جوابش چیه یا امید این داره میگه به نظر من داره درست میگه کسی جوابش رو داده بعد میره نگاه میکنه میبینه هر کسی جوابش داده یا رفته دنبال بچهش یا داره فوش میده یا میگه امید نانا نانا زنش داره تزن. داره حمله میکنه یا داره فتوشاپ میکنه خب میگه ای پس کسی جواب اینو نداره بده خب کسی جواب اینو نداره بده حتما درست میگه خب کسی که برنامه های اینا کسی بخواد این طرز فکر داره هر کسایی که دنبالشن خواهند خواهندی چه ما پروموت بکنیم چه نکنیم ولی باید جواب برای این باشه okay. okay. اوکی اه... <applause> یکی از بچه‌ها میگن یکی از بچه‌ها میگه که بازدید ویدیوهاش بالاست چون از ایران از طریق سپاه دارن میبینن چون سپاه پشتشه کل نظام کل ایران پشتشه و داره پروموتش میکنه یعنی داره ویدیوهاش از اونجا میاد حالا اون هیچ دلوقتي... هیچ چیزی با همه همه چی به خاطر سپاهه خب همه چی به خاطر سپاهه خب شما این همین مثلا بعضی از مسلمانایی هست شده که کی بود میگفتش کفشش گم شد میگفت موساد موساد بود <applause> شما هم اینجوری هستین هر چی هر چیزی که اتفاق بیفته جوری که دوست ندارین سپاه داره حتما پشتشه شما هم کشفتون گم کردین یه روز شما هم بگین سپاه بود کلید نه شما کلیدتون کلید ماشینتون رو گم کردین بگین سپاه توته کرده شما کلید ماشینتون رو گم کردین